فصل بیستم پادشاهی آسمانی مانند صاحب تاکستانی است که یک روز صبح زود بیرون رفت تا کارگرانی را برای تاکستان خود اجیر کند و بعد از آنکه آنها درباره مزد روزانه موافقت کردند آنان را به سر کار فرستاد. ساعت 9 صبح باز بیرون رفت و افراد دیگری را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند. به آنها گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید و من حق شما را به شما خواهم داد. و آنها هم رفتند. در وقت ظهر و همچنین ساعت 3 بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات قبل عده‌ای را اجیر نمود. او یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و دسته دیگری را در آنجا ایستاده دید و با آنان گفت: چرا تمام روز اینجا بیکار ایستاده اید؟ آنها جواب دادند: چون که هیچ کس به ما کاری نداده است. پس او به آنان گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید. وقتی غروب شد، صاحب تاکستان به مباشر خود گفت: کارگران را صدا کن و مزد همه را بده. از کسانی که آخر آمدن شروع کن و آخر همه به کسانی که اول آمدن. آنانی که یک ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش آمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت. وقتی نوبت به کسانی رسید که اول آمده بودند، آنها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند، اما به آنان به اندازه دیگران داده شد. وقتی کارگران مزد خود را گرفتند، شکایت کنان به صاحب تاکستان گفتند: این کسانی که آخر همه آمدند فقط یک ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل کرده ایم در یک ساعت قرار داده ای. آن مالک رو به یکی از آنها کرده گفت: ای رفیق، من که به تو ظلمی نکردم، مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی؟ پس مزد خود را بردار و برو. من میل دارم به نفر آخر به اندازه تو مزد بدهم. آیا حق ندارم که با پول خود مطابق میل خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من حسادت میکنی؟ به این ترتیب آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد. وقتی عیسی به طرف اورشلیم میرفت، در راه 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان گفت: اکنون ما به اورشلیم میرویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان او را به مرگ محکوم کرده تحویل بیگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزا نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد. آنگاه مادر پسران زبدی به اتفاق فرزندان خود پیش عیسی آمده تعظیم کرد و تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید. عیسی پرسید: چه می‌خواهی؟ گفت: قول بده که در پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگری در دست چپ تو بنشینند. عیسی با آن دو برادر رو کرده گفت: شما نمی‌دانید که چه می‌خواهید. آیا می توانید جامی را که من می نوشم بنوشید؟ آنها جواب دادند: بله، می توانیم. عیسی با آنان گفت: درست است، شما از جام من خواهید نوشید، اما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قبلاً برایشان آماده کرده است. وقتی 10 شاگرد دیگر از این موضوع با خبر شدند، از آن دو برادر سخت رنجیدند. پس عیسی آنان را پیش خود خوانده فرمود: شما می دانید که در این دنیا حکمرانان بر زیر دستان خود آقایی می کنند و بزرگانشان به آنان زور می گویند. اما در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در بین شما بزرگ باشد، باید خادم همه گردد و هر که بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و
و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. وقتی عیسی شهر اریها را ترک می کرد، جمعیت بزرگی به دنبال او می رفت. در کنار راه دو نفر کور نشسته بودند و چون نشنیدند که عیسی از آنجا می گذرد، فریاد زده گفتند: ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن. مردم آنان را سرزنش کرده و با آنها می گفتند که ساکت شوند. اما اون دو نفر بیشتر فریاد کرده می گفتند: ای آقا، ای پسر داوود، به ما رحم کن. عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید: چه می خواهید برایتان انجام دهم؟ آنها گفتند: ای آقا، ما می خواهیم که چشمان ما باز شوند. عیسی متأثر شده، چشمان آنان را لمس کرد و آنها فوراً بینایی خود را باز یافتند و به دنبال او رفت.